برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در اقدامی بشردوستانه به توزیع گوشت قربانی میان خانواده‌های نیازمند و ایتام در افغانستان مبادرت ورزید. در همین راستا عبدالصاحب الکشوان، مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در این رابطه گفت این پروژه با همکاری خیریه IHC و با هماهنگی مسئولان دفتر آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی در افغانستان انجام شده است. یک مقام وزارت بهداشت در ایران میگوید تا روز 18 شهریور بیش از 184 مورد ابتلا به تب دنگی در ایران گزارش شده است. به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر این وزارتخانه، اکثر موارد تشخیص داده شده سابقه سفر به خارج از کشور داشتند. نشستی با شرکت مقامات ارشد از چند کشور مسلمان و اروپایی در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ کنونی غزه و برنامه‌ریزی برای اجرای راه حل دو کشوری در درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان در اسپانیا برگزار شد. در همین راستا خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، روز گذشته به خبرنگاران گفت ما برای ایجاد فشار دیگری برای پایان جنگ در غزه، برای خروج از مارپیچ پایان ناپذیر خشونت بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها با یکدیگر ملاقات می‌کنیم. این راه روشن است. اجرای راه حل دو کشوری تنها راه حل است. سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش مشترک از افزایش 34% بازداشت و توقیف مهاجران افغانستانی در هفته‌های اخیر در پاکستان خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش، بازداشت مهاجران از 25 آگوست الی 7 سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که دارندگان کارت شهروندی افغانستان و مهاجران بدون مدرک اقامتی 83% کل بازداشت شدگان را تشکیل می‌دهند. مقام‌های نیجریه اعلام کردند که جاری شدن سیل در شهر مایدوگوری در شمال این کشور دست کم 40 کشته بر جای گذاشته و 414,000 نفر را از خانه‌هایشان رانده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل در نیجریه روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سیل جاری در مایدوگوری بدترین سیلاب در 30 سال گذشته بوده است.